ابو حنیفه که شنیده ایم که امام اعظم نامیده می شود در میانشون و رئیس مذهب حنفیست، خیلی مرد عادی نبوده. حکام بنی امیه و بنی العباس چون منزوی کردن اهل بیت را، قاسبان حکومت را تصرف کردن، مسند حکومت را، بعد خواستن امتیاز علمی هم ازشون بگیرن، چون میگفتن خب ما ثروت پیش ما، قدرت پیش ما، برای چی در خانه امام صادق می روید؟ چون علم داره بسیار خوب، ما عالم درست میکنیم، عالم بیتراشیم. ابو حنیفه همتون اونا را تراشیدند و تقویت کردند و در مسجد نشوندند و هر چی میخواستن بهشون دادن. خب اینا هم دیگه مردم دنیادار و این علم و سواد را هم برای خودشان راه تحصیل ثروت دیدن، مقام و منصب. نشست ابو حنیفه بر سر مسند و فتوا داد در دین خدا، حکم خدا را گفت، بیان قرآن اینه و حکم خدا اینه. و یکی از فتاوا و اینقدر فتاوایی داره که به قول معروف در قوطی هیچ عطاری پیدا نمیشه. یکی از فتواهاش این گفته که اگر مردی با زنی ازدواج کرد، هنوز همدیگر ندیدن اصلا، بعد او در مشرق زندگی کرده، این در مغرب، از هم فاصله دارن، بعد چند سال آمد این زن مرد پیش زنش، دید 7-8 اولاد داره. ابو حنیفه گفتی همش مال این مرده، ولی این شوهر بیچاره که زن ندیده اصلا. گفتن خب چطور میشه این که اصلا زنش ندیده اصلا، به یه عقلی واقع شده، چطور بچه مال او؟ گفت چون اینا زن و شوهر شرعی هن، گفت در خواب هم دیگه دیده باشن، گفت همینقدر کافیه، در خواب هم دیگه دیده باشن کافیه، از اینا زیاد داره. حالی این مرد اما صحبت امام صادق علیه السلام و خودش معرفی کرد. امام فرمود انده اهل فقیه اهل العراق، تو فقیه عراقی هستی، فتوا میدی به دست مردم، احکام خدا بیان میکنی؟ گفت بله. فرمود خب از روی چی بیان میکنی احکام خدا را، از کجا میگیری؟ گفت از قرآن. فرمود تو قرآن رو میفهمی؟ قرآن ناسخ داره، منسوخ داره، محکم داره، متشابه داره، عام خاص داره، مطلق مقید داره، مجمع مبین داره، مفهوم منطوق داره، به این سادگی نمیفهمی؟ گفت بله میفهمم. بعد فرمود که خب همه چی در قرآن کنی، همه ظواهر احکام تو قرآن کنی، همه ظواهر قرآن، قوانینی تو قرآن نیست، اگه نشد کجا، از کجا گیماری؟ گفت می نشینم با قیاس و استحسان عقلی می سازم حکم خدا را. قیاس و استحسان خود یه دو روش اجتهادیست مرا دارن، در مذهب ما مردوده، مقایسه کردن این موضوع با اون موضوع، این وجه مشترکی دارن، حکم اون را به این تو سرایت دادن یا به استحسان عقلی خودش فکر کردن مناسبه این داره این حکم باشه، این دوتا را اهل سنن دارن، در فقه ما مردوده قیاس استحسان. او گفت می نشینم با قیاس استحسان حکم می سازم. فرمود تو می نشینی با عقلت حکم خدا می سازی؟ خب حکم خدا کجا؟ با عقلت کجا؟ ساخته عقلت کجا؟ بعد یه چند آیه سوال کرد، اون ندونست. بعد فرمود خود تو که قیاس می خواهی بکنی، رو قیاس بگو بینم، آیا قتل نفس گناهش بزرگتره یا زنا؟ کدام بزرگتر از جهت معصیت؟ آدم کشی گناه بزرگتره یا زنا؟ او خب البته آدم کشی گناه بزرگتره. فرمود پس چرا، چطور بر آدم کشی قتل با دو شاهد ثابت میشه؟ دو شاهد عادل اگه شهادت بدهن که زید عمرو کشته، قاضی حکم میکند که این زید قاتله، باید قصاص بشه. و در زنا اینجور نیست، در زنا چهار شاهد عادل باید شهادت بدهن تا ثابت بشه که این زناکار است و حد برای جاری بشه. خب چطور اگر قتل گناه اعظمه، پس چرا با دو شاهد عادل ثابت میشه اما زنا اینجور نیست؟ خب ما متعیرتون نمیدونه جواب چی، قیاس دیگه میخواد، با قیاس تو رو قیاس نمیره دیگه، قیاس عقلیه، عقلی نمیگه، میگه چون قتل بزرگتره چهار شاهد باید باشه، اما زنا چون کوچکتره دو شاهد، عقلی نمیگه. وانگ اینجور ریست که در دین که اینجور ری همان معتن جواب نداشت. فرمود که بگو بینم نماز از جهت عبادت بزرگتره یا روزه؟ کدام؟ که البته نماز، نماز ستود دینه، در هیچ حال ترک نمیشه،
و روزه هم اینکه ساقط میشه از بیمارها، از پیرها، از مسافرین ساقط میشه، اما نماز نمیشه. نماز عظمه. خب اگه اینه، پس چرا زن حائض روزه اش قضا دارد و نمازش قضا ندارد؟ زن حائض نماز ساقط ازش، هم ادان هم قضاءن، هم ادان ساقطه هم قضاءن ساقطه، ولی روزه اینجور نیست. روزه ادان ساقطه ولی قضاءن ساقط نیست. خب اگر نماز اشرف اعظمه، پس چرا اینجوریه؟ ساقطه از زن حائض. خب اینم نمیدونی. و فرمود بگو ببینم بول ندستره یا منی؟ گفت خب بول ندستره. بسیار خوب، اگه اینه چرا در بول فقط مخرج بول شسته بشود کافیه و در منی و تمام بدن غسل داده بشود شسته بشود؟ خب اینم باید ما مؤثر ندارست. بعد فرمود یا ابو حنیفه، ابو حنیفه از خدا بترس، با دین خدا بازی نکن، جعلیات خود را به خدا نسبت نده، به دین نسبت نده. لا تغس فی الدین فان اول من قاسه هو ابلیس. در مورد دین هیچ وقت قیاس نکن، بگو این به اون میماند پس حکمش اینه، من اینجور فهمیدم. اول کسی که در عالم قیاس کرد شیطان بود. پس اول کسی قیاس کرد شیطان بود، تو هم داره قیاس میکنی، تابع شیطان خواهی بود. از خیلی ناراحت شد، خودش گفت که حالا از من عهد میکنم، لا تکلم تو به رأی و القیاس فی الدین بعد مجلسی حاضر. از اینجا که بیرون رفتم دیگه به شما قول میدم دیگه با رأس قیاس دین نمیسازم، دیگه در دین دخالت نمیکنم، با رأی خودم، با قیاس دخالت نمیکنم. فرمود نه، ممکن نیست، تو از این کار دست بر نمیداری. کلا ان حب الرياسه غير تاركك كما لم يترك من كان قبلك. ممکن نیست، حب ریاست داری تو، ریاست طلبی، ریاست طلبی رها نمی کند تو را، از تو دست بر نمی دارد، همون که از دیگران دست بر نداشته.